آنچه همکنون به سمع شما می رسد متن سرمقاله پیام فدایی شماره 179 تحت عنوان نقش صندوق بین المللی پول در تحولات اوکراین می باشد که از حالت نوشداری به گفتار تبدیل شده و به این ترتیب در اختیار شما قرار می گیرد. نقش صندوق بین المللی پول در تحولات اوکراین تحولات اوکراین همچنان در رأس اخبار و گزارش های بین المللی قرار دارد. به دنبال قدرتگیری نیروهای هوادار روسیه و برگزاری سریع یک انتخابات که به زمین شدن شبه جزیره کریمه این منطقه استراتژیک به فدراسیون روسیه انجامید، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و انگلستان در واکنشی خشمالود موجی از تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تصویب و صدها سرباز ناتو را به لهستان اعزام کردند. در اوکراین موج اعتراض و تظاهرات مردمی که از ماهها قبل بر علیه فساد و سرکوب و قارت توده ها توسط طبقه حاکم برپا شده بود به رغم تمامی دستیسه های دارو دست دسته نئونازیست دست نشانده آمریکا و اروپا برای سرکوب و منحرف کردن آن همچنان زبانه می کشد. سقوط دولت و فرار رئیس جمهور ویکتوریانو کوویچ به روسیه و به قدرت رسیدن ارتجایی ترین دار و دسته های یعنی فاشیست ها و نئونازیست ها در اوکراین که از جمله با صرف میلیاردها دلار هزینه از سوی آمریکا و سازمان سیا امکان پذیر شد نتوانست باعث فروکش جنبش توده هایی که برای بهبود اوضاع زندگی خیش به پا خواستند برعکس چه مشاهده آشکار سیاست های تجاوزکارانه و ضد خلقی آمریکا، اروپا و دست نشاندگانشان در بحران اوکراین و چه شناخت و ذهنیت تاریخی که مردم اوکراین از فاشیست و جنایات ننگین آن دارند به تشدید خیزش های منجر شد. در این حین همچنین با توجه به تجربه تلخ انقلاب نارنجی آمریکایی در سال 2004 توده های مبارز به جای تمکین به فاشیست های تازه به قدرت رسیده و اربابان امپریالیستشان برای در دست گرفتن سرنوشت خیش رأساً به پا خواسته و با اشغال وزارتخانه ها و ادارات و مراکز دولتی و سپس با سنگربندی در خیابان ها خواهان خلعید این دارو ها شدند. با توجه به سابقه تاریخی مردم اوکراین در مبارزه با فاشیست و نقشی که کمونیستای اوکراینی در پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه داشتند در طی این خیزش روحیه مبارزاتی جوانان با انجام سخنرانی ها و پخش سرودهای انقلاب 1917 بلشویکی تقویت میشد. در این حال نشست ژنو که با شرکت قدرت های امپریالیستی متنازع برای یافتن راه حل سیاسی و در واقع یافتن راه حلی برای سازش بین امپریالیسم روسیه و امپریالیست های قرب علیه مردم اوکراین تشکیل شد نیز راه به جایی نبرد و نهایتا موجی از اتهامات جدید آمریکا و شرکا بر علیه روسیه مبنی بر شرکت سربازان روسی در برخوردهای مسلحانه ارتش اوکراین با مردم این کشور و حمایت روسیه از تروریست ها را به دنبال آورد. در مقابل با نشر شواهد غیرقابل انکار مبنی بر حضور مزدوران بلاکواتر ارتش خصوصی مزدور آمریکا که به طور برجسته دستانش تا مرفق به خون توده های بیگناه عراقی آلوده است و همچنین حضور سربازان ناتو در خیابانهای کیف برای سرکوب مردم اوکراین روسیه نیز به سهم خود به افشاگری بر علیه عوام فریبی آمریکا و شرکا در بحران اوکراین پرداخت در چنین شرایطی در جریان خیزش تودهای و رشد مبارزات مردم در شرق اوکراین علیرغم همه وحشیگری های دولت مرکزی برای سرکوب مبارزات مردم این منطقه در دو استان دانسک و لوهانسک یک همه پرسی یا رفراندوم صورت گرفت و مردم رأی به خودمختاری این مناطق و جدایی از سیطره دولت فاشیست حاکم بر کیف دادند. نخستین نکته مهمی که در تحولات اوکراین باید مورد توجه نیروهای انقلابی و مردم آزادیخواه قرار گیرد این است که برخلاف تمام تبلیغات هدایت شده و مسمومی که 24 ساعته در غرب راجع به خواست تظاهر کنندگان اوکراینی مبنی بر پیوستن به اتحادیه اروپا و دموکراسی غربی توسط بلندگوهای تبلیغاتی غرب در افکار عمومی اشاعه می‌یابد و به رغم تبلیغات دولت روسیه مبنی بر درخواست اقلیت روسی تبار اوکراین از روسیه برای دفاع از حقوق آنان شواهد مستقل از لابلای این تبلیغات عوام فریبانه قابل مشاهده می باشد خط بطلان بر این تبلیغات می کشد. به خصوص باید تاکید کرد که مردم اوکراین نه به خاطر طرفداری از روسیه بلکه برای مطالبات عادلانه خیش و با شعار به پایین کشیدن فاشیستا و اربابان امپریالیستان ها از قدرت و مخالفت با پیوستن اوکراین به ناتو و در یک کلام برای حق تعیین سرنوشت خیش در محیطی فارغ از اعمال قدرت بلوک های مختلف امپریالیستی است که به پا خواستند این یکی از حقایق برجسته است که در تبلیغات کنونی توسط دشمنان مردم اوکراین لاپوشانی میگردد اما اوضاع کنونی در اوکراین حاصل رشد کدام تضادها و چه روندی به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد؟ با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اوکراین و مراجعه به روندهای سیاسی امروز در این کشور می توان عملکرد رشد دو تضاد بارز در این کشور را به وضوح مشاهده نمود. یکی رشد روزافزون تضاد بین کارگران و دیگر توده های ستمدیده مردم، با نیروهای امپریالیستی زینف در این کشور یعنی امپریالیسم روسیه و امپریالیست های غرب آمریکا و اتحادیه اروپا و دیگری تشدید تضاد بین امپریالیست های غرب با امپریالیسم روسیه است با تکیه بر چنین واقعیتی برای درک بهتر اوضاع کنونی اوکراین باید به نیروها و سیاست های اقتصادی که مردم اوکراین پس از فروپاشی شوروی سابق و جدایی از آن در 25 سال اخیر با آنها مواجه بودند توجه کرد چرا که اساسا با بررسی این روند که اولا می از ماهیت واقعی و نه ادعایی تحولات جاری اوکراین و نیروهای درگیر در آن تحلیل صحیحی به دست داد و ثانیاً چهره دشمنان واقعی مردم اوکراین یعنی قدرت های مخوف امپریالیستی را تشخیص داد که یا زیر نام دفاع از دموکراسی و مبارزه با تروریسم و یا با توجیه دفاع از حقوق روسی تباران میکوشند اوکراین را به صحنه یک کشاکش خونین ضد خلقی برای حفظ منافع خود تبدیل کرده و صد راه پیشرفت جنبش توده های مردم برای رسیدن به آزادی و دموکراسی شوند. بحران کنونی در اوکراین وقتی سرباز کرد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور وقت اوکراین در شرایط گسترش جنبش اعتراضی توده هایی که از شرایط وخیم اقتصادی ناشی از حراج اوکراین در بارگاه موسسات امپریالیستی به جان آمده و برای نان و کار و آزادی به پا خواسته بودند بسته اقتصادی و وام صندوق بین المللی پول برای به اصطلاح نجات اقتصاد در هم شکسته اوکراین را رد کرد. این تصمیم با توجه به قدرت و نفوذ عظیم امپریالیست های غرب در بخش های دیگر هیئت حاکمه که برای پذیرفتن تمام شروط اسارتبار صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا یقه درانی می سرانجام باعث شد که با توطعه تیراندازی فاشیستا به جمعیت تظاهر کننده و جا زدن تیراندازها به عنوان سربازان دولت یانوکوویچ وی مجبور به رها کردن قدرت و فرار به روسیه شود. تحول به وجود آمده باعث روی کار آمدن یک دولت موقت شد که راه نجات مردم اوکراین و حل بحران را در قبول وام اعطایی 15 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول و در عوض اجرای شروط خانه خراب کن آنها جا میزدند. زدند. در واقع زمام امور در دست نمایندگان راسترین و ارتجایی ترین دسته های مافیایی و مزدور غرب در میان طبقه حاکم به رهبری افرادی نظیر آرسنیات سنیود، رهبران حزب سرزمین پدری یا مام میهن پیراهن قهوهی ها حزب فاشیست موسوم به اسوبودا یا آزادی و با حمایت مادی و بلاواسطه سازمان سیاه و شرکا قرار گرفت. این دار و ها کوشیدن تا با دستاویز قرار دادن جنبش تودهی شعار تسلیم بیقید و شرط به پیشنهاد صندوق بین المللی پول و بدون حتی انجام مذاکراتی برای تعدیل شروط وحشیانه آن برنامه های مورد نظر صندوق بین المللی و در واقع دولت های آمریکا و اتحادیه اروپا را به پیش ببرند. در نتیجه دولت موقت بلافاصله وزیر اقتصاد قبلی را برکنار و الکساندر شالاپاک کسی که در اوکراین از او به اصطلاح مزدور و یا دست نشانده با سابقه صندوق بین المللی پول نام برده می شود را به وزارت اقتصاد و مسئولیت مذاکره برای قبول برنامه های آن صندوق گماشت. اما محتوای این بسته به اصطلاح نجات بخش امپریالیستی چه بود؟ مطابق قرارهای صندوق بین المللی پول که هنگام اعطای این وام به نیابت از اعتبار دهندگان آمریکایی و اتحادیه اروپا در مذاکرات عمل می کرد، حتی یک دلار از این بسته پولی قرار نبود که به خود اقتصاد اوکراین تزریق شود در عوض این وام که در محافل اقتصادی خود اوکراین به آن پول خیالی لقب داده بودند میبایست مستقیما از طریق صندوق بین المللی به حساب اعتبار دهندگان آمریکایی و اروپایی اوکراین ریخته شود که سررسیدهای قرض 60 میلیارد دلاری کوتاه مدت اوکراین را در دست داشته و آن را به اجرا گذارده بودند. البته عمق این تالانگری وحشتناک زیر نام کمک اقتصادی صرفاً به عدم سرمایه گذاری در اوکراین ختم نمی شد. با دریافت این بسته اوکراین می بایست طبق توافقات قبلی با صندوق تمام شروط دیکته شده دریافت در واقع عدم دریافت این وام را نیز به جا بیاورد که معنای آن به اجرا گذاردن موج جدیدی از برنامه های سخت ایرانی اقتصادی بر علیه مردم محروم اوکراین بود. در این رابطه می توان از حذف 50 درصدی سوبسیدهای های مربوط به کالاهای اساسی و در رأس آنها حامل های سوخت و تشدید روند خصوصی سازی نام برد که نتایج حاصل از این سیاست ها افزایش باز هم بیشتر قیمت اجناس، اخراج های بیشتر کارگران و کارمندان و همچنین تعرض به حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی میلیون ها تن از اخشار پایینی جامعه را میتوان ذکر کرد. اما عروج راستترین جناهای هار برجوازی در صحنه سیاسی اوکراین که با حمایت مالی و معنوی امپریالیستا و تحرک بیسابقه سابقه دار و های فاشیست در شرایط اقتصادی سیاسی فوق امکان پذیر گشت یک شبه حاصل نشده است. تاخت و تازه این نیروها بیش از هر چیز حاصل اوضاع اقتصادی بحران زده اوکراین و اقتصاد ورشکسته این کشور از یک طرف و رشد شدید نارضایتی توده ها و اوجگیری مبارزات آنان از طرف دیگر است. واقعیت این است که پیش برد برنامه های صندوق بین پول و اتحادیه اروپا با تحمیل 140 میلیارد دلار بدهی خارجی سایت گلوبال ریسرچ بر اقتصاد اوکراین در عرض یک دهه تاثیرات مخربی بر اقتصاد این کشور به جا گذاشت و امروز که وضع به جایی رسیده است که اقتصاد لرزان اوکراین در کنترل تقریبا کامل این مؤسسات قارتگر و قدرت های امپریالیستی قرار گرفته اوکراین با یک اقتصاد کاملا ورشکسته مواجه است اقتصاد ای که جان توده های تحت صدم اوکراین را به لب رسانده است اگر هنگام کنکاش در اوضاع کنونی اوکراین و رد پای صندوق المللی پول در این کشور کمی به عقب برگردیم در اوایل دهه 90 میلادی و به دنبال جدایی اوکراین از شوروی سابق اولین تعرضات گسترده از سوی سرمایه های مالی امپریالیستی غرب به اوکراین از طریق اعطای های کلان توسط صندوق المللی پول به اوکراین در زمان صدارت لئونید کوچما را شاهد می‌باشیم. در سال 1994 در زمان ریاست جمهوری کوچما و زمانی که ویکتور یوشنچکو رئیس جمهور اوکراین بعد از به اصطلاح انقلاب نارنجی در سال 2004 از سوی غرب به عنوان یک رفرمیست با جرأت خوانده میشد و رئیس بانک جدید ملی اوکراین بود صندوق بین المللی پول در مذاکراتی که در پشت درهای بسته با مقامات اوکراین انجام داد پرداخت یک وام بزرگ به این کشور را نهایی کرد. شرط دریافت این وام با بهره بسیار سنگین پیش برده یک برنامه خانه خراب اقتصادی در تمام شالوده های اقتصاد اوکراین به ضرر مردم و به نفع سرمایه داران داخلی و امپریالیست ها بود که برخی روسان از این قرار بود. در مقابل دریافت وام دولت اوکراین موظف می گشت که با تضمین پیشبرد یک برنامه خصوصی سازی زیر نظر غرب در درجه اول کنترل و نظارت دولت بر بازار ارز را ملغا سازد با انجام این برنامه ها و به طور کلی به دنبال اعلام توافق با صندوق بین المللی پول و آغاز اصلاحات قیمت نان در اوکراین یک شبه 300 درصد افزایش یافت سایر کالاها و خدمات نیز دچار همین تحول شدند. قیمت برق 600 درصد و حمل و نقل عمومی نیز 900 درصد افزایش یافت. نتیجه دیگر این اصلاحات سقوط آزاد ارزش پول ملی اوکراین در مقابل دلار و سایر ارزهای اروپایی بود. در ادامه این روند با اعلام یک پول ملی جدید برای اوکراین دستمزدهای واقعی در این کشور نیز به موازات رشد شدید گرانی و تورم به طرز وحشتناکی سقوط کرد. به طوری که مطابق آمار دولتی در سال 1998 در کوران پیشبرد برنامه های تحمیلی صندوق بین المللی پول در اوکراین دست مستای واقعی به نسبت سال 1991 تا بیش از 75 درصد سقوط کرده بود. امریک نتیجه طبیعی آن رشد سرطانزای فقر و فلاکت در این کشور نسبتا ثروتمند بود. منبع صندوق بین المللی پول یکی دیگر از اهداف برنامه تحمیلی صندوق بین المللی پول دلاریزه کردن اقتصاد اوکراین و آزاد کردن قیمت ها در شرایط رشد فقر عمومی و کاهش قدرت خرید و دستمزدهای مردمی بود. مردمی که میلیون ها تن از آنان در آن زمان درآمدی معادل ده دلار در ماه داشتند اما یک تجربه عینی برجسته از نتایج تعرض سرمایه های امپریالیستی غرب به اوکراین را میتوان در تاثیرات وحشتناک پیشبرد این برنامه ها در بخش کشاورزی اوکراین در بین سالهای 1994 تا 1998 مشاهده کرد مطابق گزارشات سایت تحقیقات بین المللی گلوبال ریسرچ در چارچوب پیشبرد سیاست اعمال قوانین تجارت آزاد در اوکراین که بخشی از وسته اقتصادی صندوق بین المللی پول به اوکراین را تشکیل میداد در سال 1994 مذاکره کنندگانی از سوی بانک جهانی برای بررسی موقعیت بخش کشاورزی اوکراین به این کشور رفتند و این در زمانی بود که اوکراین تولید کننده و صادرکننده کننده بزرگ محصولات کشاورزی محسوب می شد. نتیجه بررسی و توافقات این هیئت با مذاکره کنندگان اوکراینی این شد که پس از مدتی مازاد تولید غلات آمریکا تحت برنامه کمک غذایی به بازارهای داخلی این کشور سرازیر گشت. این امر به شدن کشاورزی اوکراین که در آن زمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گندم در جهان بود منجر گشت. سیل ورود غلات مازاد بر نیاز آمریکایی که در سابق سرمایه داران زالو آمریکایی برای حفظ قیمتها آنها را به دریا می ریختند کشاورزان اوکراینی را که در خلع حمایت دولتی قدرت رقابت با این رقیب را نداشتند و شکسته کرد و به خاک سیاه نشاند. گسترش بیوقفه این برنامه ها منجر به آن شد که بین سالهای 1994 تا 1998 با ایجاد بیثباتی در بازار قله داخلی اوکراین در کنار صعود تصاعدی قیمت سوخت و تحمیل سیاست تجارت آزاد سطح تولید غلات اوکراین نسبت به سالهای 1986 تا 1990 با یک کاهش 45 درصدی روبرو شود. سقوط بخش های دیگر اقتصادی که در پرتو اهداف برنامه اصلاحی صندوق بین پول یک به یک زیر تسلط سرمایه های مالی غرب در می آمدن، نیز با شدتی بیشتر ادامه پیدا کرد. به طور مثال بخش دامداری، مقداری و تولیدات مواد لبنیاتی اوکراین در پروسه مشابه و در ابعادی بیشتر از بخش کشاورزی سقوط کردند. در زیر سیل واردات، کشاورزان و دامداران یکی پس از دیگری ورشکسته شکسته و کارگران این بخش ها بیکار و به سیل ارتش ذخیره کار پیوسته و متحمل مسائبی شدند که زاییده شرایط بیکاری و فقر و فلاکت است. تمامی این جنایات ظاهرا بدون خونریزی با برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ادعای رشد و اصلاح اقتصاد اوکراین انجام پذیرفت. به این ترتیب تعرض به اقتصاد و بازارهای اوکراین زیر نام ایجاد اصلاحات اقتصادی در طی یک دوره سه ساله پس از آغاز برنامه های صندوق بین المللی پول و شرکا در بین سالهای 1992 تا 1995 باعث یک کاهش بزرگ 60 درصدی در کل تولید ناخالص ملی اوکراین GDP شد. همان منبع. با این تحولات در سالهای آخر دهه 90 و سالهای آغازین 2000 نمودار سبد غذایی توده های تحت ستم اوکراین در مقایسه با دوره های پیش از کمک های غرب توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به نازل ترین حد رسید. انقلاب نارنجی اوکراین که در چارچوب انقلابات مخملین دستاز سیاه و اتاقهای فکر امپریالیستی به صورت موجوار در برخی از جمهوری های سابق شوروی اتفاق افتاد منعکس کننده ی تعرض گسترده تر سرمایه های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا به بازارهای سابقا تحت کنترل شوروی سابق بود در اوکراین این انقلاب و در واقع ضد انقلاب به روی کار آمدن ویکتوریو شنکو یکی از مجریان حلقه به گوش برنامه های صندوق بین المللی پول در این کشور انجامید و وی با تمام قوا برنامه های نابود کننده امپریالیست ها برای تبدیل اوکراین به صحنه تاخت و تاز بلا منازه سرمایه های مالی آمریکایی و اروپایی را ادامه داد. اما تداوم این برنامه ها از یک طرف اوضاع وخیم میلیون تن از کارگران و توده های تحت ستم اوکراین را وخیم ساخت و از طرف دیگر واقعیت آن بود که چنان برنامه هایی در تمام سالها امپریالیسم روسیه را در تنگ نا قرار داده بود. بنابراین تداوم تاخت و تاز سرمایه های مالی امپریالیست های غربی منافع امپریالیسم روسیه در اوکراین را مورد تعرض افزونتری قرار داد که باعث کشاکش و رشد هرچه بیشتر تضاد های فیما بین آمریکا و اتحادیه اروپا با روسیه گشت. این در شرایطی بود که به تدریج توده های محروم اوکراین با مشاهده تجارب عینی ناشی از جدال قارتگران حاکم برای استثمار و ستم بر آنان هرچه وسیعتر برای رساندن صدای خیش و به دست آوردن مطالباتشان دوباره به میدان آمدند و دارو دسته یاشچنکو را با رسوایی تمام از قدرت ساقط نمودند سقوط دولت یاشچنکو نشانی از مقاومت توده ها و ایجاد وقفه در برابر سیاست های خانه خرابکن موسسات مؤسسات امپریالیستی غرب در اوکراین بود. امریک روسیه سعی کرد از آن در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا به نفع خود سود جوید. این وقفه و سقوط دولت کشاکش قدرت های اصلی یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا با دولت روسیه را هرچه بیشتر نمود. با حضور یک قدرت تودهی بزرگ در صحنه اعتراضات عمومی، این کشاکش و جدال بین امپریالیست ها برای کنترل اوزا و پیشروی برای کسب موقعیت دست بالا در اوکراین در سالهای اخیر در جریان تحولات منتهی به سقوط یانوکوویچ تشدید شد. امروز سیاستمداران حاکم در اوکراین در شرایطی با حمایت جنون آسای اتحادیه اروپا و آمریکا مشغول آماده کردن زمینه برای قبول بسته اقتصادی اسارتبار صندوق بین المللی پول هستند که برنامه های این مؤسسه امپریالیستی که به عنوان بازوی آمریکا و اتحادیه اروپا کار می کند زیر نام نجاد و اصلاح اقتصاد اوکراین در طول دو دهه گذشته جز فقر و فلاکت و نابرابری و ستم بیشتر برای مردم اوکراین نتیجه‌ای به بار نیاورده است. در نتیجه اجرای این برنامه که گوشه کوچکی از طبعات خانه خراب آن در زندگی توده ها در بالا شهر داده شد اقتصاد اوکراین هرچه بیشتر در کنترل سرمایه های مالی امپریالیستی غرب درآمده و هدف نهایی آن نیز ادغام کامل اوکراین در نظام امپریالیستی غرب به رهبری آمریکا و شرکا به بهای نابودی هرچه بیشتر حیات و معاش میلیون ها تن از کارگران و توده های محروم اوکراینی است. صندوق بین المللی پول در اوکراین جاده صاف کن سرمایه های مالی آمریکا و شرکاست. گفتنی است که تجربه اوکراین و نقش صندوق بین المللی پول در تحولات این کشور آینه تمام نمایی از سیاست های ضد مردمی است که این نهاد امپریالیستی با تمام قوا در کشور ما ایران به همت سران رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی نیز به پیش میبرد. تحولات اوکراین همچنین نشان میدهد که امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا که فریادهای حقوق بشر و احترام به ارزشهای انسانی و دموکراسی و آزادی آنان گوش فلک را کر کرده چگونه برای رسیدن به اهداف قارتگرانه خیش با بیشرمی تمام به اتحاد با فاشیسم و تقویت ارتجاعی ترین نیروهای ضد خلقی اوکراین پرداخته و حقوق بشر و آزادی و حق تعیین سرنوشت آزادانه مردم اوکراین را زیر چکمه های خونین خیش لگدمال می کنند و در این راه از هیچ توطئه‌ای بر علیه مردم اوکراین خودداری نمی کنند. افشای چهره ضد خلقی و سیاست های جهان خارانه تمامی قدرت های امپریالیستی متنازع در اوکراین و تبلیغات مسموم و عوام فریبانه آنها در مورد ماهیت تحولات جاری در این کشور و در همان حال دفاع از حقوق و مطالبات عادلانه مردم اوکراین که خواهان برچیدن سلطه فاشیسم و انواع و اقسام دشمنانشان در هر لباسی هستند وظیفه تمامی نیروهای انقلابی و آزادی خواه است که در هر گوشهی بر علیه امپریالیسم و نظام سرمایه داری پیکار می کنند.